بسیار حضور بینندگان گرامی و ارجمند تلویزیون ایران فردا، بسیار خوشبخت هستم که بار دیگر این توفیق رو دارم که در خدمت شما بینندگان فرهیخته و گرامی باشم. برنامه در جستجوی عدالت روزهای پنج شنبه از این کانال تلویزیونی به نظرتون میرسه و اختصاص دارد به مسائل حقوقی، اجتماعی و مهاجرتی. دوستانی که مایلن در زمینه مسائلی که در این برنامه مطرح میشه نظراتی رو مطرح بفرمایند یا پرسش‌هایی دارن، همواره میتونن با ایمیل من sirusmeshki@gmail.com با من تماس بگیرن و من در اولین فرصت در خدمتشون خواهم بود. کارگردان فنی برنامه آقای رضا کیهان هستن که مثل همیشه با درایت و مدیریت این برنامه رو هدایت میکنن، ازشون سپاسگزارم. در برنامه امروز مایلم که اشاره داشته باشم به تاریخچه کوتاهی از دموکراسی و مفهوم آن و اینکه چگونه در جامعه ایران و در فرهنگ سیاسی ایران جا پیدا کرد، آیا پا گرفت یا پا نگرفت. اصولا باید بدونیم که دموکراسی یک مفهوم از لحاظ تاریخی مفهوم تاریخ یونانیه، یعنی در یونان قدیم اعتقاد داشتن به نوعی حکومت که حکومت مردم بود، دموکراسی، دمو یعنی مردم، و به تعبیر دیگه حکومت دموکراسی رو به حکومت عوام یا عوام الناس می شود ترجمه کرد. به خاطر اینکه اصولا افراد عامی جامعه، یعنی اکثریت مردم یک جامعه، لزوما از اون فرهنگ و اطلاعات و معلوماتی که لازم داشته باشند برای اینکه تصمیم بگیرن برای یک جامعه بی بهره هستند، به همین دلیل از همون ابتدا بر حکومت دموکراسی، یعنی حکومت مردم بر مردم یا حکومت عوام و ناس بر بقیه، ایرادات بسیاری وارد شد و به همین دلیل بود که بسیاری از دانشمندان از جمله افلاطون، فیلسوف معروف یونانی، قائل شد به یک حکومت دیگری به نام آریستوکراسی یا حکومت اشراف، یعنی حکومتی که در اون دیگه فقط اکثریت مردم قرار نیست که تصمیم بگیرن، بلکه اکثریت معنوی قرار تصمیم بگیره. اکثریت اشراف یعنی کسانی که، یا شاید هم بهتر بشه ترجمه کرد، حکومت با شرف ها. و به همین دلیل است که از ابتدا حکومت دموکراسی به مفهوم حکومت عوام و ناس خیلی نتوانست مقبولیت عام پیدا کنه در نزد اهل تفکر. اما در اونچه که امروز ما میشناسیم، محصول تحولات صنعتی جهان و تحول فکری مردم دنیا از قرن 17 و 18 به بعد هست، یعنی بعد از پایان قرون وسطای اروپا، در اینکه تا قبل از قرن 18 اصولا دین و مفاهیم دینی بود که نحوه زندگی مردم رو در دنیا تعیین میکرد و تفکر اونها رو شکل میداد و همه چیز بر مدار تعالیم دینی قرار بود که تنسیق و تنظیم بشه. حتی قواعد بطلمیوسی که بطلمیوس معتقد بود که کره زمین مسطحه و آسمان به صورت یک سقف مدور بر او چسبیده و ستارگان هم بر آسمان نصب شدن، ثابت هستند، بهشت شمال است و جنوب و جهنم جنوب کره زمین است، در نتیجه حتی مباحث دینی جغرافیای انسان رو هم تعیین میکرد. تا وقتی که بالاخره در قرون جدید، مثلا با پیدایش کوپرنیک و اون دوربین نجومی معروفی که درست کرد و برای اولین بار ستارگان رو رصد کرد و اعلام کرد که قواعد بطلمیوس و فرضیه بطلمیوس اشتباهه و این تمام بنیان اعتقادی مردم رو از لحاظ دینی که خدا بالا در آسمان نشسته و ناظر به کار بندگانش هست
به هم ریخت و به همین دلیل بود که کوپرنیک رو گرفتن و سوزوندن در محکمه انگلیسیسیون، محاکمه کردن و به مرگ محکوم شد و به اصطلاح به سوزانده شد. تازه 19 سال بعد از او بود که شخصی به نام گالیلو گالیلی که استاد نجوم دانشگاه فلورانس بود دوباره اون دوربین کوپرنیکوس رو بازسازی کرد و استادان نجوم و ریاضی رو دعوت کرد به خونش و از اونا خواست که به آسمان نگاه کنن و به چشم خودشون ببینن که آسمان به صورت سقف ثابتی اون بالا نیست و ستارگان هم به جایی نچسبیدن بلکه مدور هستن و در حال حرکت. حتی استادان نجوم در اون زمان اکراه داشتن و حتی نگاه نکرده از خونه او رفتند و او رو به محکمه تفتیش عقاید کشوندند به دلیل اینکه تو داری تمام اعتقادات دینی رو برهم میزنی. از در نتیجه قرن 18 و 19 بود که وقتی انقلاب صنعتی در عالم پیدا شد و قواعد بطلمیوسی به هم ریخت و پایه های علمی استواری گرفت و به میان آمد و در اینجا بود که در واقع سه طرز تفکر در زندگی انسان ها پیدا شد، سه نهضت پیدا شد که هدفش این بود که جای اعتقادات دگم دینی رو بگیره و عبارت بود از ناسیونالیسم یعنی ملیگرایی، راسیونالیسم یعنی نژاد پرستی و بالاخره هم کمونیسم. ناسیونالیسم اساسش بر این بود که ملت ها مهم هستند و ملت ها باید برای اینکه در جامعه جهانی بمانند و سروایو کنند به اصطلاح بقا داشته باشند به تنازع بقا باید معتقد باشند و اصل آنکه قوی تر است باقی میماند یعنی تنازع بقا رو در پیش گرفتند. ناسیونالیسم به عنوان ملیگرایی، به عنوان اینکه افراد باید ملت خودشون رو و اون وطن جغرافیایی خودشون رو برتر و بالاتر از همه جای دیگه بدانند و برای او و در راه او حاضر باشن که شهید شن و علاق بشن، خیلی زود منجر شد به یک فاجعه جهانی و اون مسئله جنگ اول جهانی بود که در اثر ملیگرایی و ناسیونالیسم افراطی که در اون زمان در پیش گرفته شده بود به وجود آمد. در نتیجه 4 سال جنگ اول 1914 تا 1918 اروپا بعد از اینکه جنگ به پایان رسید اون تفوق خودش رو در دنیا از دست داد و اون سیطره خودش رو از دست داد و امریکای شمالی سر برآورد و به عنوان ابرقدرت در دنیا شناخته شد. نهضتیه که بعد از او پیدا شد مسئله راسیونالیسم بود یعنی نجات پرستی که باید ببینیم چه نژادی برتره، چه نژادی پاکه، ژن پاک رو در نژادهای برتر تقویت کنیم و نژادهای فروتر رو از بین ببریم و این تفکر شکست خورده منفی هم اون چیزی بود که به جنگ دوم جهانی منجر شد یعنی آنچه که در آلمان نازی پیدا شد که نژاد آریایی برتر است و باید باعث مرگ یا کشته شدن 6 میلیون یهودی شد و فجایعی که به بار آمد 6 سال جنگ جهانی دوم میلیون ها نفر رو به خاک و خون کشید در اثر رواج نهضت نژاد پرستی یا راسیونالیسم و به دنبال او بود که نهضت دیگری به نام کمونیسم پیدا شد که به کلی اصلا منکر وجود خدا بود و برای حکومت یک گروهی رو بر سایر مردم توصیه میکرد برای اینکه به اصطلاح رفاه رو از مرفهین بگیره و بین همه تقسیم بکنه. تمام اینها به خاطر این بود که دینگرایی افراطی 18 قرن قبل از او شکست خورده بود و انسانی که امروز به عقل و علم میخواست رو بیاره با اندیشه های خودش میخواست مکاتبی رو پیدا بکنه که جایگزین تفکر دینی بکنه و یکی بعد از دیگری این مکاتب شکست خوردند تا لحظاتی به یک موزیک ویدیو توجه بفرمایید بعد برمیگردم به دنبال این صحبت. بینندگان گرامی در قسمت نخست تاریخچه مختصری از اونچه که
بر جهان گذشته در اثر دینگرایی و دینمداری در طی قرون اعصار و بعد با پیدا شدن اندیشه های علمی و صنعتی و پیدا شدن مفهومی به نام خرد یا عقل تحلیلی در بین مردم، انسان سعی کرد که مکاتب دیگری رو جایگزین تفکرات تعبدی و دینی قبلی بکنه که از جمله ملی‌گرایی بود، نژادپرستی بود و کمونیسم بود، یعنی جامعه گرایی، که هر سه اینها منجر به اتفاقات ناگواری در طول تاریخ شد. و این شکست اینها نشون داد که انسان نیاز داره به مفاهیم بالاتری که از لحاظ نه تنها علمی و عقلی او رو یاری بکنه، بلکه از لحاظ اعتقادات اخلاقی و معنوی هم یاری رسان او باشه. یعنی اون تعبدات و اعتقادات دگماتیک قبلی ناشی از ادیان قدیم دیگه کاربردی نداشت، بلکه باید دین هم دچار تحول میشد و مفاهیم جدید معنوی و اخلاقی همپای علم و عقل پا به میدان بگذاره و انسان رو نجات بده. در همین ماجراست که ما مواجه میشویم که از زمان قاجاریه به بعد، در زمان حکومت دودمان قاجار، روشنگری و مفهومی به نام روشنفکری در ایران هم پیدا میشه و این به دنبال شکست های دوگانه ایران از روسیه که در پی فتوای علمای دین بود که اعلام جهاد کرده بودن علیه دولت روسیه و در اثر این جنگ ها سرسبزترین و بهترین نقاط کشور ایران به دست اجانب افتاد و در اثر این شکست ها بود که ملت ایران هم به این نتیجه رسید که باید یک تجدید نظری بکنه در این اعتقاد به چون و چرایی که به علمای مذهبی خودش داشت و به علاوه راه پیدا کردن به کشورهای اروپایی، سفرهای ناصرالدین شاه به اروپا و پیدا شدن مفاهیم فرهنگ غربی در جامعه ایرانی این باب رو باز کرد که ما روشنفکرانی رو در ایران پیدا کردیم مانند میرزا مکرم خان، طالبوف که طرفدار حکومت بودن البته، ولی از تحصیل کردگانی بودن که میخواستن که روشنگری بکنن و مفاهیم نوین غربی رو در جامعه ایران جا بندازن. یکی از مهمترین شخصیت های روشن فکر ایرانی که در این زمینه خدمات زیادی کرد به ملت ایران میرزا فتحعلی آخوندزاده بود که معروف بود به آخوندوف. ایشون اهل تبریز بود ولی در گرجستان روسیه اقامت داشت، ولی کتاب‌های مهمی به زبان فارسی نوشته بود، از جمله مکتوبات جلال‌الدوله، که مکتوبات جلال‌الدوله رو میشه یک بیانیه خیلی شورانگیز و مهیج علیه سنت های قدیمی و پوسیده اون دوره دانست. در واقع رنسانسی رو میخواست آخوندزاده راه بندازه در ایران که بازگشت باشه نه تنها به ارزش های اصیل ایرانی، بلکه با آشتی با مفاهیم اروپایی و غربی. در اواخر دوره ناصرالدین شاه روزنامه های ممنوعه‌ای توسط ایرانی های روشنفکر در خارج از کشور به چاپ می رسید و به طور مخفیانه در داخل ایران پخش می شد و این روزنامه ها نقش مهمی در روشنگری افکار داشتند. سه شخصیت، میرزا خان کرمانی، میرزا مکرم خان و طالبوف تبریزی بود که ادبیات نوینی رو به ادبیات سیاسی ایران افزودند که در نتیجه راهگشا شد برای نهضت مشروطیت و مشروط خواهی که شاید پایه اولیه و سنگ اولیه بود برای پیدا شدن دموکراسی در ایران. آقا خان کرمانی کتاب جنجالی داشت به نام سه مکتوب و همچنین کتاب‌های دیگری که تاریخ ایران رو نقد کرده بود و ایشون با اینکه مقیم استانبول بود و در روزنامه‌های پیشرو اون زمان مقاله می‌نوشت مانند روزنامه قانون و روزنامه اختر و
آقاخان نهایتا به دستور مظفر شاه قاجار اعدام شد و شاید او رو بشود نخستین روشنفکر ایرانی بدانیم که به چوبه اعدام سپرده شده. البته در اون زمان گروه های پنهانی روشنفکری در ایران پا گرفته بود، فراموشخانه که رنگ و بویی از نهضت فراماسونری رو داشت در ایران پا گرفته بود توسط میرزا مکرم خان، لوژ بیداری ایرانیان، انجمن آدمیت و انجمن ترقی از میان انجمنهایی بودند که خیلی نقش داشتند در روشن کردن اذهان عمومی. اینها اعلامیه‌های متعدد پخش می‌کردند، مقاله می‌نوشتند و با نشر کتاب‌های خودشون مردم رو متوجه می‌کردند که اون سیاستی که پادشاه و ملا همه گونه میتونن تصمیم بگیرن، دیگه هر رأی بخوان مجرا و متبع هست، دیگه کار نمیکنه، بلکه باید امری به نام حکومت قانون رو در پیش بگیرن، قانونی که توسط مجالس مقننه نوشته بشه. البته بحث قانون از اینجا آغاز میشه، در اینجا روشنفکران دیگری مانند جهانگیرخان سوراسافی، ولی اکبر، علی اکبر دهخدا، علی ولی خان از سردار اسد بختیاری، میرزا حسین خان سپهسالار مشیرالدوله و نظایر اونها نقش بزرگی داشتند. ناصرالدین شاه قبل از انقلاب مشروطیت یک مجلسی رو تشکیل میده، شاید بشه گفت که مجلس نمایندگان نبوده، منصوب بودن، منتصب خودش بودن، ولی شاید به صورت یک کابینه بوده که دیگه یه مقدار اختیارات رو به اینا تفویض میکنه. ولی وقتی که مجلس، وقتی انقلاب مشروطیت میشه و مظفرالدین شاه فرمان مشروطیت رو امضا میکنه، برای اولین بار نمایندگان مردم راه پیدا میکنن. اینجا است که ما برای اولین بار مفهوم دموکراسی رو ولو به صورت دست و پا شکسته در تاریخ خودمون پیدا میکنیم. ولی همونطور که عرض کردم، دموکراسی امروز در دنیا به مفهوم اکثریت عددی نیست، به مفهوم استبداد اکثریت نیست، هرچند که با اکثریت عددی یا استبداد اکثریت هم رعایت حقوق اقلیت لازمه که انجام بشه، وگرنه اون تصمیم اکثریت به درد نمیخوره. برخلاف آقای بازرگان، اولین نخست وزیر جمهوری اسلامی که گفته بودند که ما 99% رأی داریم، اون 1% که در اقلیت هستن یه حق ندارن یا باید بنزه کپون خودشون صحبت کنن. در یک جامعه مدرن و مترقی و پیشرفته اکثریت همون اندازه حق داره که به اقلیت تعدی و تجاوز نکنه و از اون به اصطلاح قدرتی که پیدا کرده سوء استفاده نکنه. این باز ما رو برمیگردونه به اون، به اون چیزی که شاید در قدیم آریستوکراسی نامیده میشد و امروز به نام مورال ماجوریتی یا اکثریت معنوی مطرحه، که فضلای جامعه، فرهیختگان جامعه و دارندگان یک مقدار از سواد و اهلیت و تجربه و دانش حق دارند برای جامعه تصمیم بگیرند، نه یک فرد یا یک افرادی که لزوماً اون صلاحیت ها رو ندارند. در این زمینه بحث زیاده، امیدوارم که در هفته های آینده بتوانم دنباله این بحث رو بیشتر بگیرم. تا برنامه آینده، روز روزگار خوش.